سلام و عرض ادب و ارادت به رفقای گل. بریم واسه آموزش تعویض لنت عقب پیکان یا رعای آردی. یه بوکس 19 نیاز داری برای باز کردن چرخ. شما یه آچار چرخ شماره 19. کاسه وقتی گیره فقط لازم شما چند تا ضربه بزنی تا شور کنه، بعد بکشیش بیرون. این لند داره، من میخوام باز کنم دوباره ببندم. قشنگ ببینید، متوجه بشید. خب بریم برای شستشو. برای روغن ترمز که بخواین تمیز کنین اگه کثیف شده باشه گرده یا خود روغن ترمز، فقط آب، فقط آب. آقا دمتون گرم، تا اینجای ویدیو با من بودین. حتما از لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما بزنید. دمتون گرم آقای لایک قشنگه، پس یادتون نره. این از تمیزکاری. حالا بعد اینو ور میداری، آقا میخوام یادی بگیری یا خودت بتونی عوض کنی. با دقت گوش کن. ببین اینا مال ارزم بزرگ سمت دستی. خب این حالا اینو فعلا ولش کن، ما از این شروع میکنیم. این لنتا نوه، میخوام دوباره باز انگار مثلا عوضش کردیم بر فرض. اینجا بالا، این پایینش نداره، این مستطیلی ماننده، اینجوری میندازی سر جاش. از پشت میخشم میندازی داخل این دایره ماننده وسطی که از همه بزرگتره. گوش کن، از همه بزرگتره. حواست هم باشه که اینجا بیفته. حالا فنرشو میذاری، خب اشبیلکشم میذاری، راستش میکنی، با هم دستم دور داری. اوکی، اینیت. حالا اینو اینجوری میاری بالا. این از این. حالا اصل مطلب که از همه مهمتره، گوش کن. این قسمتی که شما بخوای لنتو نو کنی، این روی لنتای نو نیست. با دقت ببین، دو تا میخ پرس داره. حالا ما میگیم نگاه، از اینجا رد میکنی، این فنر میفتی اینجا، خب این فنرم اینجا، این مال دستیه، اینجوری میخوابونی. اینو میبینید از این خارا نداره، این ماشین بابامه. خب
من خودم از اینا براش گذاشتم. با دقت نگاه کنی از اینا ببینی راحت یه موره 6 و یه پیچ 6 اینجوری میبندی، سفتش هم میکنی. من آچار در بیارم ببین سفتش میکنی. خوب مشتی سفتش کن تو در نره. خب دوباره دارم بهت میگم لنت نو بخری اینا نیست روش، سمتی گی دستی سمتی جلو ماشین اینو میخ پرچشو یا میخ شد میکشی بیرون با خارش، اول اینو میندازی بعد اینو میندازی تا بتونی اینو بیدی عقب. دوباره بهت میگم خارا رو در میاری جا میزنی اینو میذاری رو لنت نو، خارش نگاه فنرش کلن فنر میفته اینور از اینورم اینجوری میفته. نگاه کنید هیچ چیزی پیچیده ای نداره. بعد اینو میندازی اول این بعد این، اوکی؟ حالا این حالتی یا این حالتی، این حالتی جا میخوره چون این باید بیفته اینجا. گرفتین چی گفتم؟ دیدین افتاد سر جاش خیلی شکیل. حالا میخپرد شو بقال ما میخشی میزینی سر جاش فنر میذاری بعد اینو فشار میدی تا بتونی اینو جا بزنی. این سفته و نیاز به انبردست داره. موقعی که میخواییم بندازین این فنرشو حواستون باش این نکشه عقبا، یعنی همش میزنی بیرون باز دوباره باید جمعش کنی. اینو راست کنید، نید راست به سمت خودتون تا راحت بتونید جاش بزنید. این خیلی داره لج میکنه. سعی کنید قشنگ اون باس با خارش باشه چون بعد دو تا موزنی میزنی بیرون. یا یه دو تا ضربه بزن روش که مطمئن باشی سر جاش قرار گرفته. اینم الان سر جاش. خب شما سه تا فنر رو داری، ببین سه تا فنر رو داری، یکی این که بالا قرار میگیره، این مال دستیه، یه مال پایینه. ما این پایینی رو جا بزنم براتون با یه پیشگوشتی. آقا به هر سوراخی من داختی موقعی کش اومده لنت اگه اوکی بود هیچ ایبی نداره. شما اگه تونستی این سوراخ بندازی به این رو برسونی دمت گرم بابا، خیلی آقایی، یعنی خیلی مشتی کار کردی. مهم اینه که نذاره از هم بپاشه. آه این فنر جا. حالا این فنر کوچیک اینو با دقت گوش کن، سمتی که بلنده، سمتی که بلنده میفته سمت دستی این ورش. گرفتی چی گفتم؟ این ورش اینجوری میندازی. خب اینم یکم باید بخابونیش خمش بدی تا قشنگ بیفته سر جاش. میذاری اینجا اینجوری خیلی سخت میشه، از این بر میندازی. گرفتین چی گفتم؟ ببینید دیدین من الان فنر رو انداختم کشید. میتونین شما اینو بندازینا که اینو نکشه. این از سر جاش اومده بود بیرون، پس حواست باشه موقع فنر انداختن. خیلی خوب شد که الان در اومد من بهت گفتم موقعی که شما بخوای فنر رو بندازی خب امکان داره این
ریگلاج دستی بزنی بیرون از سر جاش. خیلی فنرش سفته، خیلی، یکی از سخت‌ترین فنراست. ببینید این دمش یکم باز شده. شما هر طرف که راحت تری بنداز، من دارم تست میکنم. یه جور دیگه میشه فنر انداخت، واسین این فنر یکم اذیتتون میکنه، یعنی ما رو اذیت میکنه حقیقتا، چون دمش یکم خراب باشه. ببین سمتی که بلنده میفته این ورا، یه ضربه میخواد الان که بره به داخل. به همین راحتی جا خورد فنر. حالا اینو اینجوری میری سر جاش، این باید سر جاش افتاده باشه. خب یه هولش میدی، حالا میفته فنر بالایی. ببینید فنر اینجا و اینجا میفته، با دقت گوش کنید. این فنر کلن دوتا شاخه کاش به قول ما روبرو همه میفته رو خود این فنر دستی، حالا ما بهش میگیم. دیگه فنرها یکم اذیت داره حقیقتا. اینجا رو میبینید، با دقت بهتون نشون بدم، الان کاسه جان نمیخوره، چون این ریگلاج خوب اومده باز شده، این باید بره به داخل. ببینید کاسه جان نمیخوره، پس موقعی که شما بخوای کاسه رو بندازی باید این ریگلاج پایین باشه. گرفتین چی گفتم؟ حالا بخوای ریگلاج رو بخوابونی، خب اینو میدی پایین، یه دو تا ضربه میزنی بره داخل. حالا کاسه رو چک میکنی که ببینی جا میشه یا نه، پس حواستون باشه با ریگلاج. این پیچ هم موقع کاسه جا زدن حواستون باشه. به همین راحتی دیدین، موقعی که یه بار دیگه بهتون میگم شما جا میزنید این ریگلاج، اینو میگم آه، این ریگلاج بزنی بیرون، شما نمیتونی کاسه رو جا بزنی. یه پیچگوشی میدازی یه کمی کیش پایین، اینو فشار میدی به داخل. اوکی، به همین سادگی. یه چکم میکنی اینجا فنرها رو جا باشن، این خارا اینا و این فنر کلن، خب این فنر و این، اینو قشنگ چک میکنی ببینی سر جاش قرار گرفته یا نه. زوم کنم ببینید قشنگ همه رو چک میکنی ببینی سر جاش قرار گرفته یا نه. حالا میبندی پیچا، باید روبرو هم باشه تا قشنگ جا بشه.
ببینید پیچ ها رو هم نیست. به همین راحتی آقا دمتون گرم، این ویدیو رو دیدین، با افتخار ممنون میشم که لایک کنید. از لایک قشنگ یادتون نره، اگه پیج ما رو هم نداشتین حتما سابسکرایب کنید. مخلص همه سیتلا.